مهدی خلجی پژوهشگر دینی از واشنگتن دی سی با ما هست و همینطور رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس. با آقای خلجی شروع میکنم در واشنگتن. آقای خلجی، یک از سوالهایی که برای خیلی ها مطرح است به خصوص در کشورهای در خاورمیانه مثل ایران، بحث این هستش که آیا دموکراسی در یک حکومت دینی هم ممکن هست؟ قطعا نیست. دموکراسی لازمش این هست که نظام حقوقی و نظام سیاسی غیر دینی باشه. بنابراین اگر حکومت دینی باشه، به این مفهوم هست که امتیازها و تبعیضهایی به نفع دینداران در نظام حقوقی و سیاسیش گنجانده شده و این خلاف اصول دموکراسی است که در اون شهروندان از آن جهت که شهروندند با همدیگه برابرند و تفاوت‌های عقیدتی، نژادی، جنسیتی هیچ نقشی در امتیازها و حقوقهایی که دارند بازی نمی‌کنه. بنابراین هیچ بحثی در این نیست که هیچ حکومت دینی، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، نمیتونه با دموکراسی سازگار باشه. اما بحث اصلی‌تر شاید رابطه بین خود اسلام و دموکراسی است که بسیار پیچیده است و به نظر میرسه که اگر اسلام، هر تفسیری از اسلام که در اون شریعت معتبر باشه، فقه معتبر باشه، اون تفسیر از اسلام هرگز با دموکراسی نمیتونه سازگار باشه، چون همونطور که در مورد حکومت دینی گفتم، شریعت و فقه اسلام هم استوار هست بر رشته بلندی از تبعیضها و این تبعیضها به صورت نظاممند و سیستماتیک هستند بین زن و مرد، بین فرد آزاد و برده، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین شیعه و غیر شیعه، بین سید و غیر سید، و مجموعه این تبعیضها ناقض اصل برابری و عدالت هست که بدون اون دموکراسی اصلا معنا نداره. آقای علیجانی، حدس من این هستش که شما ممکنه با بخشی از حرفای آقای خلجی مخالف باشید، به خصوص اینکه خود شما یک فعال ملی مذهبی هستید، و حدس من این هستش که از نظر شما مذهب الزاما اشکالی نداره که در سیاست دخیل بشه. با سلام خدمت شما و مهمان برنامه. من هم معتقدم که چه دین و چه هر ایدئولوژی و مرامی، اگر ایدئولوژی رسمی یک حکومت باشه و حق ویژه برای پیروان خودش قائل باشه که طبیعتاً همینطور هست، اون حکومت نمیتونه دموکراتیک باشه. اما در رابطه با نسبت دین و دموکراسی، من معتقدم چه در نسبت دین و دموکراسی، دین و حقوق زنان، دین و حقوق بشر، این بستگی داره به اینکه ما در دنیای جدید چه تصوری از دین داشته باشیم. ادیان همه در دنیای قدیم شکل گرفتن و به گمان من در دنیای جدید دو صدا از درون همه متون مقدس در همه ادیان شنیده میشه، صدایی که همخوان با دموکراسی، حقوق زنان، حقوق بشر و امثالهم هست، و صدایی که مغایر اون هست. این صدا خوب عمدتاً تاریخی است، احکام اجتماعی اقتصادی حقوقی است که برخواسته از مناسبات زمانی و مکانی شکل‌گیری اون ادیان هست. نسبت بین نواندیشان دینی و نیروهای سنتی رو همین تعیین نسبت با این دو صدا تعیین میکنه. نیروهای سنتی معتقدن که اون صدای تاریخی هم ابدیت داره، ولی نواندیشان دینی معتقدن که این صدا صدایی است که قابل تغییر هست و اساساً ما و یعنی اینها به تغییر پذیری احکام معتقدن و احکام اجتماعی رو متغیر میدونن. به گمان من بر اساس نواندیشی دینی که حق ویژه‌ای برای هیچ طیف اجتماعی قائل نیست و به ثبات احکام معتقد نیست و به تغییر پذیری احکام معتقد هست، نسبت بین دین و دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان و امثالهم میتواند برقرار باشد. البته با این نکته دقیق که اساساً همه ایدئولوژی‌ها، چه ایدئولوژی‌های مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی، به هر حال اینها در حزب سیاسی خودشون میتونن آزاد باشن، ولی وقتی پا به درون قدرت میذارن باید ایدئولوژیشون رو پشت در دولت بذارن و برنامه‌هاشون رو با رأی مردم. این در تئوری درسته، ولی در عمل خیلی اوقات اینطور نیست دیگه. قدرت بکنن. آقای علیجانی، در تئوری حرفی که شما میزنید کاملا متین است، ولی در عمل حتی در دموکراسی‌های غربی می‌بینیم که احزاب سیاسی ایدئولوژی خودشون رو میارن. وقتی یک حزبی مثلا مثل حزب جمهوری‌خواه اکثریتش با عنوان مثال ازدواج همجنسگرایان مخالفن، روی باورهای مذهبیشون وقتی به قدرت هم میرسن سعی می‌کنن که قوانین این رو وضع بکنن که نظرهای اونها رو که پیشینه دینی رو هم داره اجرایی بکنه.
ببینید اونها ایدئولوژیشون رو نمیارن، برنامه‌شون رو با رأی مردم میارن. ببینید لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها، دموکرات‌ها، فمینیست‌ها، سبزهای طرفدار محیط زیست، طبیعتاً هر حزبی یک ایدئولوژی داره. ایدئولوژیش رو به رأی مردم نباید بذاره، رأیش رو باید برنامه‌شو به رأی مردم بذاره. ما هم در بحث دین و دموکراسی مدار در واقع عکس العمل جمهوری اسلامی هستیم، وگرنه در خود همین دنیای اسلام گرایش‌های حتی سنتی هستند که با دموکراسی کنار آمدند، با این پیش فرض که به اجبار معتقد نباشند. ما ورژن ها و نسخه ها و بسیار قرائت های مختلفی در جهان اسلام داریم، در عراق، آیت الله سیستانی، در لبنان، در مالزی، در ترکیه، که اینها در همین ترکیه فعلی علارغم برخی رگه های دیکتاتوری که در حزب اسلام گرای حاکم هست، ولی اون دیکتاتوریش برخواسته از تفکر مذهبیش نیست، برخواسته از یک سری گرایشات دیگری هست. در همون جامعه ما میبینیم که آزادی های اجتماعی هم به اصطلاح وجود داره و اون احزاب بر اساس دموکراسی سر کار اومدن و تا موقعی که به قانون و منشئیت و منبعیت قانون نه ایدئولوژیشون معتقد باشن میتوانن به دموکراسی پایمند باشن. آقای خلیجی، شما چقدر موافق هستید با این نظر که نه خود نگاه مذهبی اما نگاه متوازن مذهبی میتونه در سیاست نقش داشته باشه؟ اشاره هم شد و در غرب هم نمونه داریم که احزابی هستن که باورهای مذهبی دارن، ممکنه کشور سکولار باشه اما ایده اون حزب یا اون گروه ریشه های مذهبی داره. ببینید، سکولاریسم هم یک مفهوم نسبی است. در امریکا هم حکومت قطعا سکولار هست، اما نه به این معنا که دین در فضای عمومی تأثیر نداره و حتی در ساختن تصمیم های سیاسی تأثیر نداره. و بنابراین وقتی که میگیم یک حکومتی سکولار هست، یه مقدار باید دقیق تر راجع به این صحبت بکنیم. راجع به صحبت آقای علیجانی یه نکته مهم هست و اونه که از درون متن‌های دینی و از درون تاریخ دینی هیچ صدایی جز استبداد، تبعیض علیه زن و مرد و تبعیض علیه انسان مؤمن و غیر مؤمن شنیده نمیشه. این که امروزه یک عده از مصلحان دینی یا احیاگران دینی آمدن و سعی میکنن یک صدای دیگه رو بر این متنها تحمیل کنن، خب شناختشون از اسلام هم غیر تاریخی است، هم غیر علمی است و اتفاقا نگاه خیلی ایدئولوژیکه و بیشتر برای این که توده ها رو بسیج کنند در حقیقت از اسلام استفاده ابزاری میکنن. واقعیت اینه که مفاهیمی مثل دموکراسی، عدالت، حتی مفهوم انسان به مفهومی که ما امروزه میفهمیم، اینها مفهومی هن که مدرنن. قرن 16 و 17 اگر اومانیزم در اروپا به وجود نیامده بود، اطلاعیه حقوق بشر امکان نداشت نوشته بشه، مفاهیم مثل دموکراسی اصلا معنا نداشت نوشته بشه. در دنیای قدیم مفهوم انسان وجود نداشت، همیشه یک مایی بود و یک دیگری. حتی در یونان هم مدینه فاضله یا افلاطون درش زنها وجود نداشتن. یونانی ها به غیر یونانی ها بربر می گفتن، عرب ها به غیر عرب ها عجم می گفتن. یعنی یک مفهوم یونیورسال و جهانی از انسان که فارغ از هر عقیده و گرایش و قومیت و نژادی ویژگی های مشترکی داشته باشه با بقیه هم نوعانش وجود نداشه. میفهمید که اینها ارزش های نوینی هستن. یک سوال دارم از شما، با فرض اینکه اکثریت یک جامعه مذهبی باشن، حالا هر برداشتی که از اون مذهب دارن، و در یک روند کاملا دموکراتیک، مثلا بعد از انقلاب 57 در فروردین 58، هر کسی که الان هم به جمهوری اسلامی انتقاد داشته باشه، کمتر کسی هستش که بگه که در اون رفراندوم اکثریت به جمهوری اسلامی رأی ندادن. اگر در یک رفراندوم، در یک روند دموکراتیک، اکثریت به حکومت دین رأی بدن، آن موقع نقش دموکراسی چه خواهد بود؟ اکثریت مردم آلمان به هیتلر، ببینید، اکثریت مردم آلمان به هیتلر هم رأی دادن. این به هیچ وجه حکومت رایش سوم رو دموکراتیک نمی‌کنه. ببینید، انتخابات اتفاقاً چیزیه که همه اسلامگراها دوست دارن، به خاطر اینکه میتونن با اون به قدرت برسن. همین آقای اردوان از انتخابات استفاده کرد و ژست دموکراتیک گرفت، ولی الان کارهایی میکنه که با اصول دموکراتیک سازگار نیست. جمهوری اسلامی هم هر سال یا هر دو سال یک بار درش انتخابات برگزار میشه. ببینید، دموکراسی یک محتوا داره و یک شکل. شکلش اینه که شما یک ساختمانی درست کنین به نام پارلمان، یک پوزیشنی درست کنین یا یک منصبی درست کنین به نام رئیس جمهور. آقای بشار اسد هم رئیس جمهوره و با انتخابات میاد سر کار. اینها شکل دموکراسی هستند. محتوای دموکراسی
یعنی نهادهای مدنی که بتوانند خودشون رو در برابر سرکوب و فشار دولت حمایت و حفاظت کنند. دموکراسی یعنی دستگاه قضایی مستقل که از دستکاری و تصرف و تأثیر دولت بتونه مسئول باشه. دموکراسی یعنی مطبوعات آزادی که قانون و نهادهای مختلف بتونن حقوق اون رو و آزادی اون رو در حقیقت حفظ بکنن و مسئول بدارن. محتوای دموکراسی در هیچ کشور اسلامی ما نمیشناسیم که محتوای دموکراسی به شیوهی که در غرب، در اروپا و در امریکا وجود داره وجود داشته باشه. بله. آقای خلجی، بحث بسیار داغ هست، متاسفانه فرصت ما محدود. مهدی خلجی، پژوهشگر دینی از واشنگتن دی سی با ما بود، و همینطور رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس. ممنونم از هر دوی شما آقایون.